شاری جان، دیگه وقتش بود که برای مهمون برنامه یک آدم شایسته رو دعوت بکنیم. 100%. و متاسفانه در طول این مدت هیچ آدمی که شایسته باشه و عنوان شایستگی رو هم داشته باشه متاسفانه مهمون ما نبوده، ولی امشب این اتفاق افتاده و بانوی شایسته آلمان مهمان ماست. خیلی محبت کردی اومد بزنید. خوشحالم شما رو میبینم. و همچنین ما بیشتر. آپامه خالی؟ آپامه خالی چه ما اسم فامیل؟ اسم فامیل من شوناور. آلمانی باید. خوشحالم که من نگفتم. مطمئنن من نمیتونستم چیز. شوناور. شوناور. این ترجمه یک اسم ایرانیه که به این صورت در اومده یا مثلا شیرین آور نیست؟ شون فقط یعنی قشنگ. شون. شون. شون آور ولی اسم منه. شون آور. بله. بعد آورش چی میشه؟ قشنگ ما؟ مثلا. مثلا. اینش انگلیسیه این تاش. قشنگتر از پریا. ای قشنگتر از پریا برای مثلا آپامه خونده بودن. یه خورده حروف الف باش به هم ریخته بوده. دقیقا. ولی با این قشنگیش هزار درد سر هم داشت. خیلی. آره درد سر که زیاد داشته. ولی خب میرسیم حالا به درد سرا. چه خبر؟ حال و روز چطوره؟ خوبم. مرسی. همه چی خوب؟ آره. خیلی وقت بود لندن نبودم. خوشحالم اینجا هم پیش شما. چند وقت بود مثلا لندن نبودی؟ آخرین باری که لندن بودی؟ 5 سال پیش. خیلی تغییر کرده نه؟ هواش خیلی بدتر شده. بارونش بیشتر شده. آره دیگه این گلوبال وارمینگ از این بر این بر انگار شلنگ گرفتن دیگه. در خونه که میریم بیرون اینجوری آب میگیره رو سرمون. خب تو علاوه بر اینکه یه کار خیلی بزرگی رو انجام دادی که نکته مثبت داستانه، یه نکته منفی هم داره که در طول این مدت فکر می‌کنم هیچ کس رکورد حملات سایبری و بولی شدن و نمیدونم قلدری و گیر دادن و اذیت کردن فکر می‌کنم تو کره زمین کسی به اندازه تو نشکونده و اصلا یه چیز باور نکردنی بود. اون از اون واسه ما تعریف کن، بعد میپرسم ازت که چی شد. اول شیتستومش دقیقاً. آره دقیقاً. یه دفعه تو داستان. آره تو طوفانش واسه من تعریف کن تو بعد از طوفان بیایم بیرون ببینیم چی شد که اصلا رفتی تو طوفان. ببین من میس جرمنی شدم و دقیقاً از روز اول این شیتستوم تو سوشال میدیا، تو اخبارای آلمان، تو بزرگترین مجله آلمان بیلد شروع شد. یه دفعه از طرف خود آلمانیا، حتی از خود آلمانیا شروع شد که شروع کردن یه دفعه اتاک کردن منو که اولا که من چجوری میتونم میس جرمنی باشم، من یه خارجی هستم، من پیرم برای میس جرمنی بودن، من مامانم دو تا بچه دارم و بزرگترین داستان این اصلا بود که چجوری میتونه یه دختر خارجی با موی سیاه مثل جرمنی ما بشه. اصلا آلمانی ها شاکی بودن از این داستان. وای بعد جایی هم شاکی پیدا کرده بودی. الان تو این موقعیتی که الان زویزو تو آلمان خیلی سخت‌تر و اینا، خیلی شاکی هن از این داستان. هنوزم شاکی هن؟ یه عده هستن دیگه، یعنی که عوض نمیشه نظرشون. دقیقاً اون عده زویزو عوض نمیشه، اونا همیشه این نظر رو دارن، ولی اینا خیلی شاکیان. من واقعا نمیفهمم برای چی اینا شاکی. فردا شدم فکر کنم همچین چیزی رو برنده شده، این مسابقه رو بردی، خوشحال هیجان زده فرداش. حالا آلمانیا رو میشه یه جوری فهمید، مثلا دلشون میخواسته مثلا خودشون برنده بشن نشده، مثلا یک دختری که از ایران اومده. چند سالگی رفتی آلمان؟ من 6 سالم بود اومدم آلمان. از 6 سالگی رفته آلمان. خب بازم نتونستن بپذیرن که این آلمانیه، بازم میخواستن که یک آلمانی اصیل، نژاد اصیل برنده بشه. باید ببره. ولی تو از طرف ایرانی ها ماخه مورد حمله قرار گرفته بودی. شروع کرده بودم به خندیدن، یعنی اصلا اونجاشو دیگه نمیفهمیدم اونجای داستانو که من گفتم
آلمانیا که شروع کردن گفتم من برای چی، من خودم حس آلمانی میکنم، من از 6 سالگی اومدم آلمان، برای چی اجازه ندارم من مثل جرمنی و آلمان بشم؟ بعد از اون بعد ایرانی ها اومد گفتن این گفتش میگه آلمانیه، پس تو دیگه اجازه نداری اسم تو ایرانی بذاری. ای بابا. بعد اونا از اون من شروع کردن. بازم میگم یه عده کوچولو، همه این حملات یه عده کوچیکن، ولی خب وقتی موجش پیش میاد یا خود کار به خبرگزاری و دیگه نمیم گزارش خبری و ریپورت و دیگه خبرنگار این کار به اینجاها کشید، وگرنه اگه مثلا یه عده کوچیکی بودن میومدن چرت و پرت میگفتن و فراموش هم میشد دقیقاً زیاد پیش آره. میاد دقیقاً آره. ولی بعد از این داستان ایرونیا من اصلا مونده بودم دیگه، که ایرونیا میگفتن نه تو خود تو مگه نگفتی آلمانی هستی، چرا الان به خودت میگی ایرانی هستی؟ یعنی فقط رو همین مورد ایراد گرفته بودن، چون مثلا زیادم هستن که میگن اتفاقا منیژه خودمون خیلی هم از این بهتره. منیژه خودم دختر اقدس خانم اینا انقدرم دختر شایسته ای خیاطی نمیدونم آشپزی هر کاری هم این چیه، یه داستانی که هستش نمیخوان قبول کنن که این داستان الان کانسپت داست میس جرمنی عوض شده. آها اینو بگو واسه ما که اولا که این میس جرمنی یه مشکلی داره، میس جرمنی دختر شایسته و زن شایسته و بانوی شایسته ما میذاریم مثل این که طبقه بندی اجتماعی میذاریم روی، وگرنه میس دیگه میس دختر میس جرمنی، میس جرمنی ما میس جرمنی صدات میکنیم که بانوی جرمنی خوبه، اینجوری خوبه، بانوی آلمان، بانوی شایسته آلمان به ترجمه فرنگستان لغت هم واقعا معلومه چه غلطی میکنم اونجا. اینو پیدا کنید به جای آسانسور و در یخچال و نمیدونم اینجوری چیزا رو معادل پیدا کردم. خب چجوری شد معیارو عوض شد؟ ببین چه شکلی، بیشتر از 90 سال الان این میس جرمنی وجود داره و این سی او رئیس میس جرمنی ماکس یه پسر 27 سال است که پدر بزرگش شروع کرد این میس جرمنی رو وجود آورد، بعد پدر مادرش یعنی پدرش رئیس میس جرمنی بود و همیشه داستان زیبایی بود، یعنی دخترای جوون با بیکینی را میرن رو استیج میرن و میان و اجازه ندارن ازدواج کرده باشن، اجازه ندارن بچه دار باشن، اجازه ندارن نمیدونم فقط چند سالشون باشه 20 ساله باشن یا اینجوری. بعد خود ماکس 5 سال پیش گرفت این کانسپت رو عوض کرد و گفتش آخه این دیگه قدیمیه اینجوری دیگه نمیشه، زنا الان خیلی بیشتر از این هستن، زیبایی داخلی یه مشن دارن، چی شما میخواین برای دنیا عوض کنین بهتر کنین، و گرفت این کانسپت رو عوض کرد که خیلی هم به مشکل رسید با فامیلیش به خاطر اینکه مامان باباش اصلا راضی نیستن از این داستان که گرفت این کانسپت رو عوض کرد. چه دردسری شده این میس جرمنی، خانواده کسی که راه اندازه با خانواده‌اش قطع رابطه کرده، این با هموطناش مشکل پیدا کرده بود، کسایی که به عنوان هموطن فکر می‌کرده تا الان کنارشون زندگی می‌کنه. خیلی چی به نظر من این برنامه رو تعطیل بکنید برید سراغ یه بیزینس دیگه. واقعا راه افتادیم الان و راه افتادیم و الان خیلی موتیویت هستیم و میگیم بله باری کلا باری کلا کردیم و می‌خوایم بریم این داستانو به سرعت بکشیم به جلو. حالا البته من یه نکته‌ای رو ببخشید میون کلام شما، تو اگر زن نبودی یعنی دختر شایسته نبود مثلا مستر جرمنی بود هیچ مشکل، هر کی بود مورد تایید بود، هر کی بود فرقی هم نمی کرد، این زن بودنه یه مقداری مشکله که آره. و اصلا چرا اون کانسپتی که مردا خیلی ببخشید دوست دارن یه زن خوشگل با بیکینی لخت بیاد، خب اینو خیلی شاکیان الان بیچاره این آقایون همشون خیلی شاکیان از این داستان که ما دیگه اونقدر لخت نمیایم و من واقعا متاسفم نه های موهای بلوند تعریف میکنیم چشای آبی نداریم دقیقاً، و خیلی خیلی میخوام حرف بزنم و صحبت کنم و اونا خیلی مغزت از مغزم استفاده کنم. خب بعد چی شد؟ چه حقی اصلا یک زن برای چی اصلا تو شرکت کردی تو همچین مسابقه؟ چطور به خود جرأت دادی تو این مسابقه شرکت؟ چی شد؟ ببین من واقعا من الان 12 سال معمارم و رئیس یه شرکت هستم و کار عالیه همه چیز خوبه و اینا، ولی راستش رو بخواید این زن زندگی که تو ایران پیش اومد من اولین بار یه حسی کردم که چقدر پراود هستم به زنای ما و به نظر من زنای ایرانی قوی ترین زنای دنیا هستن، و این یه حسی به من داد که یه دفعه با خودم فکر کردم منم باید پاشم یه کاری کنم، آبی پاشو یه کاری بکن، و اینی که یه دختر 3 ساله دارم که خیلی دوست داشتم همیشه برای اون همیشه به خودم فکر می‌کردم یه رول مادر باشم، یعنی من باید چیکار کنم که اون قوی باشه و تو این جامعه بزنه بره جلو و نظر خودش رو داشته باشه و اون جوری که دوست داره زندگیشو انجام بده. اینا دلیلاش بود و یه دوست اومد برای من تعریف کرد که
از این مس جرمنی شنیدی؟ گفتم نه مس جرمنی چی و اینا. بعد برام یه ذره کانسپتش رو تعریف کرد و گفتم جالبه، آره برای چی نه. همینجوری رفتم اسم نوشتم. Integration funktioniert, wenn wir verstehen, wo wir sind, wenn wir wissen, wo wir hinwollen und wenn wir nie, niemals vergessen, wo wir herkommen. Zu den jungen Frauen mit Migrationshintergrund da draußen möchte ich sagen, dream big. Und zu meinen mutigen Schwestern möchte ich sagen, san zendegi azadi, woman, life, freedom. Ah, vielen Dank, Applaus. Das hast du unfassbar stark gemacht. Vielen Dank dir. Oh, ich sehe schon deinen Tisch, ne? هدف من اینه که زنای جوون و مخصوصا زنایی که از خارج میام تو آلمان، من میس جرمنی آلمان، یعنی من چیکار میتونم برای آلمان انجام بدم. و هدف من اینه که زنایی که مثل من یا خیلی دیرتر از من، برای من خیلی راحت‌تر بوده، من 6 سالگی اومدم آلمان و خیلی راحت‌تر بوده برم مدرسه، دانشگاه، کارگیر بیارم، ولی زنایی که الان میان اونجا بهشون کمک کنم که راهشون رو پیدا کنن. و همیشه پشت سر من این زنای ایرانن، واسه همین من رفتم رو استیج مس جرمنی اون بالا، کلی هم با فامیلیم حرف زدم، اونا به من گفتن آپی بری اون بالا بگی زن زندگی آزادی، یعنی باید بدونی فقط داری چی کار میکنی. و گفتم میکنم این کارو. باریکالا بسیار عالی. بیا سر بریم به اتاق فرمان، باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خب تو شانس آوردی واقعا خواننده و بازیگر نشدی و یه جایزه نبردی به خاطر همون موضوع، یعنی یه موضوعیه که یعنی اگه خواننده بودی یا بازیگر بودی جایزه سن... هم برده بودی دیگه الان اینجا نبودی. سن پایین مثلا فکر کن مثلا یه دختر خیلی 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 جوان‌تر که خیلی هم تأثیر پذیرتره و ناراحت میشه، دیوانه میشه آدم با چه حمله هایی. کاملا حمله هایی بودش که اولش اصلا اولین هفته ها بعد میفهمیدم داره چی پیش میاد، اصلا اینو الان من مگه چی کار کردم؟ من اصلا هیچ وقت تو اینجوری تو جامعه و تو سوشل میدیا نبودم و اول آدم باید یاد بگیره چی کار باید بکنی وقتی یه دفعه آدم ها اینجوری بهت حمله میکنن. تو بیریختی، تو قیافت مثل اون زنی که میاد خونه منو تمیز میکنه، نمیدونم تو پیری، تو مادری، تو آلمانی نیستی. آخه گوش بده یه لحظه به این... هیچ کدوم توهین نیست، هیچ کدوم، یعنی در واقع میشه که همش داره یک نفر تو یک خدمتکاری، خدمتکار خوب باشه، تو مثل یک مثلا کارگری، مثلا اینم توهین نیست. تو ذهنشون اینا رو توهین میدونن. ببین چقدر مغز، چقدر بد، نه چقدر مغزشون رشد نکرده است در این زمینه. دقیقا. و فکر میکنم مثلا اینایی که دارن میگن توهینه. دقیقاً. ولی خب تو نباید اینا رو، البته خودت هم موفقیت آمیز با این قضیه برخورد کردی. شاید اگه 20 سالت بود تو مسابقه شرکت کرده بودی خیلی برات سخت‌تر بود. 100%. من اصلا کار زندگیمو داشتم، من معمار هستم، دوتا بچه‌هامو داشتم. من اصلا این شو رو اگرم نمی بردم اصلا چیزی اتفاقی نمی افتاد برای من. ولی اینی که بردم و اصلا این چیزی که برای من پیش اومد، بعد میدونین چی میشد؟ تو سوشل میدیا دخترای جوون برای من مینوشتن که واو تو میری این کارو میکنی، من هیچ وقت من میترسم برم اصلا بیرون نظر خودمو بگم. یعنی این واکنشایی که دخترای جوون برای من مینوشتن، من بیشتر موتیویتد میشدم، بیشتر میگفتم که حالا میرم و ترتیبشون رو میدم. Miss Germany 2024 ist Api! Api, du bist unsere Miss Germany. Herzlichen Glückwunsch. Kira, übergib ihr bitte den Award. Geht sie ihr vor. Übergib ihr Api den Award. Sie hat es so dermaßen verdient. Herzlichen Glückwunsch, Api. Das ist dein erster offizieller Gang als Miss Germany. Geh nach vorne, lass dich feiern. Alle Kandidatinnen und Finalistinnen dürfen natürlich mitfeiern. Genieße diesen Moment, den kann dir niemand mehr nehmen.
من شنیدم تو یه نهادی رو هم تأسیس کردی به نام شیرزن. بله، ما بعد از تمام این داستان زن زندگی آزادی، من و دوستم مش گرفتیم اینو ساختیم. شیرزن اسمشه که یه ایونته، که یعنی آدمای جوون، زنای جوون رو دعوت میکنیم، با هم شام میخوریم، با هم موزیک گوش میدیم، با هم خیلی کارهای جالب میکنیم که همدیگر رو قوی کنیم، مشکلهای بقیه رو گوش میکنیم و ببینیم چی کار میتونیم برای هم انجام بدیم که قوی تر بشیم، تو این جامعه بیشتر جا بیفتیم. اینو با هم ساختیم خیلی خوبه. و تو مدارس هم جلو. تو مدارس هم فکر میکنم فعالیت ها. چون تو مدرسه خیلی بولی میکنن و بچه ها رو نمیدونم اذیت میکنن و بله. همین حرفایی رو که به تو میزنن مسلما به یک بچه مدرسه ای توی دبستان، توی راهنمایی، توی دبیرستان، حتی توی دانشگاه باز هم پیش میاد. این داستانی که اصلا تو مجله ها اینجوری نوشتن و خیلی آدما برای من نوشتن که وای آپی تو چه جوری میتونی دووم بیاری و اینجوری برات مینویسن و اینا، چقدر قدرتی داری. بعد اینجوری شروع شد که معلم ها و مدیرای مدرسه های مختلف برای من نوشتن که میتونی بیای یه زنگ به بچه ها درس بدی. و مشکل اینه که مامان بابا ها نمیدونن باید چی کار کنن، به خاطر اینکه اینا اصلا دیگه این راه به سوشل میدیا رو ندارن. بچه ها خیلی فرس شدن، میدونن چه خبره. بابا بخوان لاگین کنم یه برن اون تو اون مثلا 60,000 تا فوش رو تایپ کرده رفته. خودتون میشناسید. مامان من همیشه میگه آپی این چه جوری باید این ایمیل رو بنویسم مثلا. چرا؟ خب جنراسیون مامان بابای ما خب اینجوری تو نمیتونن بیان تو داستان و بچه‌ها الان اینقدر فرس شدن که اصلا خیلی سخته بچه‌ها رو آدم. تو خودت هم بچه داری و میدونی که چقدر سخته. من خودم الان بچه دارم و پسر 11 سالمون خیلی دوست داره هندی داشته باشه، موبایل داشته باشه. ما داریم تمام وقت فکر می‌کنیم که چه جوری اینو هنوز میتونیم یه سال بنازیم عقب. حس بدیه وقتی یکی اینجوری با تو حرف بزنه پشت کامپیوتر با یه اسم دیگه و خیلی اذیت میشه آدم. خب البته میدونی که همه این کامنت ها همشون مجازیه، یعنی همون کسی که اگر کسی واقعا پشت اون کامپیوتر نشسته باشه و کیبورد و این چیزا رو نوشته باشه، اون آدم در واقعیت اگه از روبرو تو رو ببینه محال اون حرفا رو بزنه، بغلت میکنه، میبوسه. اصلا من همیشه این مثال میزنم، میگم درست مثل این که شما مثلا خورشت کرفس دوست نداری، خود نخور، میری دم مثلا یه رستوران میبینی زده خورشت کرفس مثلا 120,000 تومان، با سنگ میزنی تو من خورشت کرفس دوست ندارم. زهر مار. خب عزیزم برو یه رستوران دیگه چلو کباب بخور، برو قرمه سبزی بخور. چرا دیگه فوش میدی و میزنی اینو مثلا نابود میکنی، خراب میکنی؟ شاید یه عده دوست دارن قرمه کرفس بخورن. کرفس دوست داری تو؟ خیلی متاسفم. شما خورشت کرفس مامانمو نخوردی هنوز؟ آها، پس دعوت کن حتما بخورین. تو دیگه الان بعد از اون بانوی شایسته شدن یه شو تلویزیونی هم بهت دادن مثل این که. بله درسته، رقیب ما شدی ها. بگو ببینم از اون چیه. یه شویه که راجب معماریه. من این اصلا پشن من همیشه بود و هنوزم هستش که معمار هستم و خیلی دوست دارم کارمو. بعد این ویدیوهایی که تو سوشل میدیا بودن رسیدن به تلویزیون آلمان و اومدن از من سوال کردن و یه شو خیلی بانمکیه که هر فامیلی تو آلمان خب میتونه یه ویدیوی کوتاه 2 دقیقه ای از خودش بفرسته و بگه که کدوم اتاق خونش خیلی بیریخته و نمیدونه چی کار باید بکنه. و مثلا میگن 2,000 یورو، 3,000 یورو، 5,000 یورو داره و یکی بیاد به من کمک کنه. بعد من یه کانسپت مینویسم، اینو بهشون نشون میدم، بعد این فامیلی کلید خونه‌شون رو باید به من بده. یعنی ما الان اینا رو همه رو ساختیم سالی دیگه میاد تو خونه. خب پس من کلید خونه رو بدم بهت، چون من واقعا یکی از قسمت‌های خونه به شدت دیوارش نم داده و اومده پایین، اینو اگر محبت کنه. نه من بنا نیستم. ولی خب ازت میتونی ایده بدی که این دیوار خراب شده، تو الان بگو اینو مثلا تبدیل کن به کتابخونه. آره اینا رو بعداً راجبش حرف بزنیم. استودیو تو خیلی فکرای خوبم داره. جدی؟ خب خوبه. نه بعد اینا بعد واقعا سختیش اینه که 8 ساعت فقط وقت دارم. یعنی 8 ساعت، یعنی هر ایده جالبم داشته باشم همینجوری باید فکر کنی چجوری تو 8 ساعت اینو بتونی. تو 8 ساعت بعد خونه رو درست کنی. دقیقاً یک روز فقط دارم که این فامیلی میره بیرون، کلیدشو میده و شب برمیگره و همه چیز آماده است. یعنی با یه گروه بناها میان درست قیمتتون چنده؟ مثلا اگه 8 ساعت و ایناست، این به نظر من خیلی حساب. من ما هم اگه کار تعمیراتی داشته باشیم بریم تلویزیون آلمان. تلویزیون آلمان بگیر، اتاقتون زیاد چنده. آره خیلی خوبه، خیلی خوبه. باشه ما پس منتظر اون برنامه، پس منتظر اون باشیم. ولی بذار یه امتحانی هم بکنیم ببینیم از لحاظ دختر شایسته چقدر اطلاعات عمومی داره. خب همراه ما باشید. Thank you.
در چه زمینه اصلا اطلاعات داری؟ از کدوم بخش مورد علاقته؟ به جز معماری فیلم. بله، یعنی سینما و کارگردان و بازیگر و اینا رو خوب میشناسی. فقط یه چیزی بهت بگم، اسما رو همیشه یادم میره. خب اصل قضیه اسم دیگه، چی شونو میخوای بگی؟ مثلا خوراک مثلا صبحونه شونو. آره دقیقاً، میگم یه چی غذا خوردن تو فیلم. میبازه خیلی خوبه، فکر میکنم میبازه به نفع ماست این دفعه. پس ما میدونیم که خب ما الان ببین 4 تا جعبه داریم، تو هر کدومش یه ایموجیه، هر کدومش هم اسم یه فیلمه. فیلم کی؟ یه کارگردانی. یه کارگردان که تو کارگردانه رو باید بگی متاسفانه اسمشو، که امیدوارم یادت مونده باشه. ببینیم حالا چی میشه. خیلی خوب. حالا غالب میشه. بذار اولین جعبه رو باز کنیم، چون به نظر نمیاد تو بتونی حدس بزنی. این چیزه. حالا من فیلم‌ها رو چه جالب، آلمانی هم اسمشو میدونم. این نهنگ سفیده چیه؟ نهنگ سفید. نهنگ موبی دیک. اوکی. موبی دیک؟ نه. نه موبی دیک نیست. برنظرم بریم دومی رو باز کنید ببینیم. همه جا رو من عوض کردم از خودشون بچه‌ها. نه من خودم. شما خودتون عوض کردید؟ بله. بله. این چیه؟ آقاه چیه؟ کلاه چی سرشه؟ این چیه؟ کاپیتان کشتیه؟ اون چیه؟ این تو که داری پانتومین بازی میکنی که این که اصلا مسابقه نیست، خودش حدس بزنه دیگه. بگو. کاپیتان هوکن. خودش گفت کاپیتان هوکن. خب کارگردانش؟ یادت نیست؟ اسم یادش نمیاد. سه رو باز کن. ببین فیلم ها رو بلد. نهنگ سفید. ببین همش راجع به دریا و ماهیگیریه. نهنگ سفید. کاپیتان. کارگر. اسمش چیه؟ تو که دیگه همه چیزاش هم گفتی دیگه. گفتم بهتون. استم بهتون. بچه ها دارم بهت میرسیم. استیو اسپیلبرگ. باریکلا واقعا چقدر استعداد سینمایی خوبه. ببین بشه فیلمو ببینیم. مطمئن باش من بهتر فیلم رو تو میشناسم. ولی آره دیگه الان همین که تو فیلم آرواره ها رو گفتی، موبی دیک این خودش نشون میده که چقدر از سینما اطلاع داری. 4 هم براش باز کنید. 4 دیگه. این چا ایتی رو میتونستی بگی؟ ایتی معلومه. کارگردانش کی؟ ایتی تو کارگردانش فرق میکنه. کیه؟ میدونی؟ فیبرگ. باریکلا. خوبه. گول نخور. همه رو برعکس کنید. بعدا داوودو بندازیم بیرون چون همش میرسونه به مهمون برنامه. خب متاسفانه خیلی موفقیت آمیز تونستی جواب رو بدی و نشون میده که دختر شایسته بسیار خوبی هستی برای آلمان. دختر شایسته چند شنبه با سینا هم هستی. آره دختر شایسته ما هم هستی حتی. مرسی. تشویق کنید دختر شایسته. دمت گرم که اومدی و ممنون که مهمون بودی. خب شادی خانم ما مهمونامون همین یکی دوتا که نبودن که همینجور مهمون بارون ستاره بارون چهره های هنری همینجور امشب هم یه هنرمند کار درست بله. یکی از دختران با استعداد کشورمون قراره کار فوق‌العاده‌شو برای ما اجرا کنه. یکی از کارهای فوق‌العاده‌شو برای ما اجرا میکنه و خبر خوب این که به زودی هم میاد برنامه مهمون برنامه ما خواهد دیگه بود. چه بهتر چه بهتر، اون موقع هم دوباره یه اجرای دیگه خواهیم داشت باش و حال میکنیم. اما اجرای امشبش آهنگ ولاره، شما بگو با اون لحجه ولاره از دلارا. Say free my people, free their love. Every day is a fortune. Manifest my dreams into thorn, but I can be your closest. Incognito, no one has to know. I know I got all I need. Cause love is free. Me got mercy. Kill the fire and lose the tea. Bad mind, bad energy, make free them.